مجید سلام. سلام آرمین جان، حالت خوبه؟ خوبی؟ مرسی. قربون برم، خیلی ممنون، مرسی. داشتم حرفاتون گوش میدادم، این دوستم علی آقا فکر کنم همون بود که شنبه با تو مثل که بحث میکرد دیگه، بالاخره اینا که به بله. نتیجه نمیرسیم. خواستم بگم که وقتی اون روز یه ذره چیز شد توی برنامه، یه ذره یعنی بحث این بود که خسته شدی، بعدم تو اکثرا میگی که خب اگه خسته شدی اینجور بحث ها رو نمونیم بریم. من میخواستم بگم که خب مخاطبیم دیگه، ما نشستیم، ولی خسته کنندگی موضوع برنامه خسته کننده نیست، این بحث ها خسته کننده نیست، ولی وقتی ما یه همچین بحث پیچیده ای که یه همه درگیرشن و به هیچ نتیجه در اصلش نمیسن، مثلا ماها که خدا ناباوریم حتما میدونیم که به این نتیجه نمیتونیم برسیم، بالاخره اونجا چه اتفاقی میفته یا فلان. واسه بگم این بحث رو تو خط خودش اگه بذاری نذاری به فرعی های مختلف بره، به خاطر اینکه اون وقت یک چیز گولاسایی میشه، هی ما میریم هی میبینیم بالا رفتیم این وقت. یکیش این بود، یکیش هم این که خب مجید تو چه اکستریمیست جوری این بحث رو میکردی؟ بپذیره. به من یاد بده، به من نه یاد نه بده من چجوری. نه، خواهش میکنم، به خدا جان آرمین اصلا نمیخوام بگم بحث و. تو که خب از لحاظ علمی و به حساب که بتونی این بحث رو ببری جلو که 100% یعنی حداقل من روت حساب میکنم، میدونم که تو دلایل و برهانایی که میاری خیلی علمی و برام. نمیخوام بگم که تو چجوری باید بحث میکردی، میخوام بگم نذار، تو که برنامه در اصل دست تو دیگه، تو مدیریت. اگر بخواد بره شاخه زیر شاخه ها خیلی زیر شاخه میشه آرمین، یعنی انقدر میبرتت، بعدن حول یه محور هم میرفتیم تا یه جا دوباره برمیگشتیم دوباره سر جای اول. من میدونم که با خدا وقتی میخوان استدلال بیارن داستان همین میشه. علی آقا رفت خیلی اکستریمیست به قضیه پرداخت از اول، که اصلا آیا هست این جهان یا مثلا مکتریکس یا اینکه ما تو بازیم. ببین اینا همه میشه تئوری، هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم اینو. همینجوری که خدا رو که اسمشو فقط میاریم آرمین، اصلا وقتی بهش میخوای موجودیت بدی دیگه، بالاخره میخوای بگی یه چیزی هستش، خب همین خودش نقض حرف خودشون میشه. خب همین که مجید تو جان میگی بذار چیزی هست تمام کار دیگه، نقضش کردی اون داستان خدا رو. ببین این هم موضوع نظر اینه که من بود. آخه ببین خیلی از بیننده های ما با این بحثا که آشنایی ندارن که اصلا این بحثا قرار، البته همش هم نظر من مزخرف هست، ولی یعنی به نظر من مثلا همه روش های استدلال اثبات خدا همش به نظر من کاملا مزخرفه. خب ولی باید برای اینکه نشون بدیم، به نظر برای اینکه چرا توی این سری چیزای گیر میافتیم، تو مثلا تعریف حقیقت، تعریف وجود و اینا، خب به خاطر اینکه این روش های اثبات وجود خدا رو خیلی از بیننده های ما بهش آشنایی ندارن، چون مثلا اکثر ماها از اسلام اومدیم و قبلا مسلمان بودیم و اینا. بهمون گفتن مثلا خدا چرا وجود داره؟ برای اینکه نگاه کن چقدر جهان نزد داره، یا اینکه خب برای اینکه معجزه ها رو خدا رو نگاه کن، برای اینکه به محمد وحی شده. خب اینا رو عادت داریم، بعد میخوایم یه مناظره با خدا رو ببینیم، انتظار دارن همون، خیلی هم آشنایی دارن که چرا این استدلال ها اشتباهه، منتظرن یه کسی که خدا باوره بیاد همون استدلالا رو بکنه، بعد میان یه استدلالای دیگه که واقعا معروف هم هستن، این استدلالا رو میکنن، بعد نمیدونن چه اتفاقی داره میفته، بعد میگن که خب این چیه، برو سر همون چیزایی که ما میشناسیم، منتظرن با خداه بگن که خب خدا وجود داره، برای اینکه قرآن معجزه خداست، هیچ اشکالی نداره، که همه بگن ها ها این چقدر مسخره است، خنده داره، بخندن با هم. خب بعد میبینن با خدای همچی حرف نمیزنه که همه بخندیم، دست بزنیم بخندیم، بعد میگن خب این چه، این حوصله‌مون داره سر میره، چون با این استدلال آشنایی نداره. خب حالا این استدلالایی که این با خدا حکم دارن میکنن، که مثلا استدلالای اتفاقا تو تاریخ کل دین این استدلالا یه مقدارم جدید است. خب مثلا یه ذره شباهت داشت استدلال علی با استدلالای
دکارت و اینجور چیزا، چیزایی که ما تو مدرسه مسلمان‌ها به ما نگفته بودن. خب برای اینکه دلیل هم که نگفتن برای اینکه خدایی که با این استدلالا بهش میرسی خدای اسلام و مسیحیت و یهودیت نیست. خب به یه خدای دیگه، ولی این با خداها با اون خدا راضی هستن. خب این با خداها که این استدلالا رو میکنن به یه خدایی میرسن که درسته که خدای اسلام نیست، ولی انقدر میخوان یه خدا باشه که این خدا راضیه. خب ولی مشکل اینه که برای اینکه شروع کنن استدلال بکنن که چرا خداشون واقعیت داره، چیزی رو که میخوان شروع کنن از همون اول دربارش صحبت کردنش وجود خدا نیست، اولش نحوه رسیدن به حقیقته. خب که اصلا ما از کجا میدونیم چی هست چی نیست، و برای این ما گیر میافتیم تو این بحث اولیه با اینا، به خاطر اینکه با این روششون اصلا ما اختلاف نظر داریم. بعد اگه بهم میگه خب من روش من اینه، بعد من با این روش به خدا میرسم، خب من تو مرحله اول باید گیر بیافتم، برای اینکه خب این روشه به نظر من اصلا مزخرفه. برای همون قسمت اول گیر میافتیم. نظر من میفهمی نجی جان؟ آره دقیقا میفهمم، من متوجهم، ولی همون دیگه میگم چون برنامه دست توه، تو نبایدشه، تو باید اینو یاد بگیری که نظر اینا بکشن خب برن توی علی. آخر ببین علی آقا، علی جان که اومد الان صحبت کرد، خیلی هم آدم مطلعه، دمش گرم، بخدود، مثلا چیز علکی نمیخواست بگه، نه اینکه بخوام بگم مثلا نمیدونن چی میگن، ولی یه جایی از پیچایی که داشته این تحقیقات رو میکرده رو اشتباه پیچیده، یعنی رفته زده به خدا. کاش همینه اینا رو که خونده بود بالاخره به این میرسید که ما نمیتونیم، هیچ کدوممون نمیتونیم اینو اثبات کنیم، خودمون رو گول نزنیم. این بیاین با واقعیت، وقتی شما اکستریمیست میشی خودت وسط بحث داری خیلی فناتیک میری جلو، وسط بحث تناقض پیدا میشه برای خودت، چیزی که داری خودت اسم همینایی که تو میگفتی اون وسط، تو که الان اینو گفتی، ما که وقتی نمیتونیم، یعنی همه چی برای ما اصلا وجود نداره در اصلش، اگه ما به این بخوایم اعتقاد داشتیم چیم، بعد یهو مثلا اونجا میرسیم، اونجا که یهو ده تا پله پرید و یهو رسید به خدا، اون وسط بحث یهو کشید یهو تو چسبید به خدا. علی جان اون وسطش نمیشه، میدونی خودشون رو نمیشه. منم گفتم ولی که اونجا که چند مرحله پرید رو گفتم، ولی یه مشکلی که هست ما نمیتونم، این وقتی یه نفر داره استدلال میکنه، من اگه با استدلالش مخالفم که نمیتونم بشینم کنار بگم که بیا دیگه قبول کن که نمیدونی دیگه، یعنی خب این میشه من وقت میدونی ازم، یعنی خب بگو من نمیدونم منظورتو نمیفهمم، یعنی به نظرت مثلا چه جوری وارد حاشیه میشم؟ میگم همون اول، بسم الله، بذار اول به نظر من اون صحبتاشو بکنه، همون اگه 3 دقیقه 5 دقیقه به 5 دقیقه تموم میکرد تا یه جایی میرسید، بعد تو بر نمیذاشتی این دیگه پیشروی کنه نسبت به یه استدلال اشتباه، حالا میخواد نتایج درست بگیره، بابا اونجا بعد استوب میشد دیگه نمیذاشتی. ولی خب ببین نجی جان، مشکل اتفاقا مشکل لایو چت برعکس بود، من اگه نمیذاشتم بره همه لایو چت میگفتم بذار بره تا آخر. خب نه آخر من که نه، من میگم 5 دقیقه حرف بزنه بالاخره خودش به یه نقطه برسه، آخه 5 دقیقه به نتیجه هی سوال میکرد از تو، یه دقیقه اجازه بده، هی سوال میکرد، مثلا میگفت آرمین تو معتقدی که مثلا این جهان هست یا نیست؟ بابا تو صحبت خودتو بکن، چیکار داری الان آرمین دوست میخواد ببینه این جهان هست یا نیست یا اعتقاد داری یا نه؟ صحبتتو بکن، تو اعتقاد داری نسبت به اون بحثتو بکن، برو جلو تا یه نقطه‌ای برس، بعد بذار آرمین جواب اون سوالاتو بده. ببین الان خودت حرف به خود حرف قبلی تناقض داره، اول گفتی صدقه یعنی صدقه صدقه، اگه بخوایم صدقه بکنیم یعنی من باید وارد شم، اگه من قرار وارد بشم که تا ابد تا همون مرحله اول میمونم، پس بگو صدقه نه، بذاریم 20 دقیقه 40 دقیقه من هیچ حرف نزنم تا مرحله آخرشو بره. خب من اولش خواستم من بگم بعد اون بگه، بعد من بگم بعد اون بگه، بعد دیدیم که اگه این کارو بکنیم تا همین قسمت اولش گیر میمونیم، برای همین من سعی کردم که بابا من حرف نمیزنم تو به خدات برس، بعد برای اینکه لایو چت داشت صداش سر میرفت، من گفتم بابا من دیگه حرف نمیزنم تو برس به خدات بعد صحبت میکنیم که لایو چت حداقل ببینه حرف حساب چیه. خب ولی با اینکه من میخواستم حرف نزنم، علی هی میومد میگفت قبول داری یا نداری، بعد من قبول نداشتم،
ولی اگه میگفتم قبول ندارم اون وقت دوباره وارد، خب میگفت چرا قبول نداری، اون وقت دوباره وارد بحث میشدیم. بعد من بعد از این مدتی فهمیدم که همه حتی میخوام دست نزنم علی داشت برمیکشید توی بحث دوباره. من گفتم علی جان بذار تا آخر برو، تا خدات برو، چون من میدونم اکثر مشکلاتشون قسمت های آخره. خب برای اینکه این قسمت های اولش خیلی فلسفی به نظر میرسه، قسمت های آخرش یه دفعه جهش های گنده ای میشه که اصلا هیچ منطقی نمیتونه باشه. من گفتم علی جان تو محله به خودت برس بعد صحبت میکنیم، که بعدم که گذاشتم برسه که دیدیم که جهش های عجیب غریبی شده همون آخرش. خب ولی این علی بود که منو میخواست بکشه تو، میگفت قبول داری؟ بعد گفتم علی من دیگه چیزی نمیگم، اگرم نمیگم معنیش این نیست که قبول کردم، تا برو تا خدات برس بعد صحبت میکنیم. خب پس این صدقه برمیگشتیم دوباره. من میفهمم، میگم اصلا همه بحثا که با این بی خدا، حالا این که خدا بود بابا دینی ها دیگه، اون دیگه اصلا میخواستم اینم یه پیشنهاد بدم، هر کی میخواد بیاد بحث کنه اول بریم اون ویدیوهای شما رو قبلی ها رو ببینه، صحبت شما رو ببینه، بران و اونا رو ببین، باز با هم که نمیتونیم دوباره از سر نو با یه بحثی که بابا من اصلا نمیخوام کسی کوچیک بزرگ کنم، ولی یکی از اصلا در بابا نیست در این سطحی که الان بیاد مثلا بشینه بحث دین بکنه. خب بعد هم مثلا این وسط هاش بگیم نه آخر چون خدا گفته همینه مثلا، یا مثلا اگر قرآن گفته همینی که هستش. آقا اصلا ما بحثمون اینه که اصلا قرآن هست یا نه، یعنی میریم دوباره توی یه چیزهای خسته کننده برای خودت. سخته، خیلی سخته آرمین، واقعا میگم سخته. خب ببینید منم برای همه میگم، ببین ما برای همین برنامه مختلف زیاد داریم، بعضیاشو یه سری کسا دوست دارن، بعضیاشو کسای دیگه دوست ندارن. خب من وقتی دارم میگم کسی مجبورتون نکرده، منظورم این نیست که برین نگاه نکنین، من میگم که خب ما تنوع داره برنامه هامون، بعضی دوست دارن، بعضیاشو بعضی دیگه دوست ندارن. من موندم بعضی هم هیچ کدوم از برنامه هامون دوست ندارن، ولی هست موندن. خب من نمیگم، من وقتی میگم اگه دوست ندارین نگاه نکنین، معنیش نیست که میگم نگاه نکنین، من میگم خب اگه این برنامه رو دوست ندارین برای چی دارین نگاه میکنین؟ خب مثلا ما یه برنامه داشتیم درباره آب تو ایران، خب بعضی دوست ندارن فکر کنم برن، دوست دارم خب باشه، ولی مثلا موضوع یه ذره جالب‌تر بشه. بابا دو تا دارم بابک هم می‌کشه. تنوع داره برنامه. ببین ما در مورد سیاست صحبت می‌کنیم، در مورد آب، در مورد علم، در مورد فلسفه. یه کسی میاد میگه من اصلا سیاست دوست ندارم، فقط علم دوست دارم. خب ما برنامه سیاسی داریم، اونا رو نگاه نکن. برنامه در مورد علم داریم، اونا رو نگاه کن. خب نمیدونم چه کار کنیم دیگه، این همه تنوع داریم. بعضی میگه این برنامه تو خیلی حوصله‌ام سر رفت. نه خب من به خاطر مخاطبت میگم، میگم بالاخره تو این برنامه رو الان گذاشتی، مخاطب جذب کردنه، یعنی باید شما یه کاری بکنیم که مغازه باز کردیم. درسته، دقیقا میفهمم، ولی نه اون وقت توی اون بحث، توی اون بحثی که میکنی باید جذاب باشه اون بحث برای حتی اونایی که طالب این بحث هستن، اومدن جمع شدن اونو میگن. آره ولی مجید جان بعضی از مخاطبای ما نمیدونن، اون مخاطبایی که عادت که تجربه دارن و دیدن استدلال با مسلمون ها رو و دیدن یه مناظره دیگه قراره با یه خدا باور بشه، ولی تجربه هاشون با مسلمان ها بود، از اون مناظر خوششون اومد، تا حالا ندیده بوده، ممکنه ندیده باشن که مثلا ما بخوام با یه دیست بیایم مناظره کنیم اینجوریه، یه انتظار دیگه داشتن، حالا دیدن این یه چیز دیگه است. خب این تقصیر ما نیست، خب شما تجربه ندارین که ببینین که کسایی که مثلا مسلمان نیستن ولی خدا باورن استدلالشون چیه. اتفاقا من به نظرم حتی اگه خیلی از مخاطبای ما اینو دوست نداشته باشن، من خودم وظیفه‌ام میدونم که اینو هم چیزی رو داشته باشیم، برای اینکه خیلی از بیخدایان کاملا اصلا آشنایی ندارن با این استدلالای غیر اسلامی از وجود خدا. خب حتی اگه خیلی کسا دوست داشتن که مثلا یه چیز دیگه بود، مثلا یه مسلمون بود، یه مسیحی بود، اون چیزایی که مثلا به نظر خودشون میشناسن که چجوری علیه اسلام حرف بزنن، دوست داشتن مثلا ما هم چیزی داشتیم، اگه اومدن دیدن حوصله‌شون سر رفت، چون این خداشون خدای اسلام نیست، یه خدای دیگه است، استدلالاش هم خیلی فلسفیه براشون نمیفهمن. ولی خب برای به نظر من برای آشنایی خیلی‌ها اینکه مثلا دیستا چجوری از خودشون دفاع میکنن، لازمه ما همچین برنامه‌ای داشته باشیم، حتی اگه خیلی خوششون نیاد. برنامه رو که باید داشته باشی، برنامه رو باید داشته باشی، میگم یعنی به جایی نرسه که میگم همونی که دوست داره اون برنامه رو دوست، چون همینه که میگی، چون با ادیانو که اصلا نمیشه با دینیا، خیلی سخت‌تر از
اینی که با یه با خدای مثلا اینجوری، اینم سخته، اینم آخرش باز دیدی که میگم مثلا دپل دپله میپرم، بابا آقا کجا رفتی؟ اونجا نبود اصلا، اینجا بود. بعدم زیاد میشه چون علمی میشه برنامه، میره مثلا میخوان استدلال علمی، بعد میریم تو علم، میریم تو اتم، میریم تو پروتون، میریم تو کوانتوم. آی بابا یه آقا تو اینا رو، تو که دوست بعد تو گفتی اینا رو، من که عالی، من میگم اونا نمیتونه برنامه رو، بابا اینجور برنامه من مثلا همش خوراکم همین چیزاست که بشینم مثلا نگاه کنم در مورد، ولی اینکه بحث علکی تو به خاطر مثلا این پروتون بچرخین دوباره سر نو دوباره، بعدم استدلال های اون از نظر من که بی خدا واقعا استدلال علکی داری، مثلا از پروتون داری قرض میگیری مثلا بچسبونی که مثلا این خدایی بوده که این پروتون رو درست کرده. آقا نیست این، چه همچین چیزی که تو میگی نیست، چون تو اسمشو میاری خودش میشه نقض خودش. حالا این از کجا اومد؟ حالا این از کجا اومد؟ همینجوری میری جلو دیگه، مگه نباید سوال کرد؟ اگه میخوای به حقیقتش برسی اون وسطش دیگه یهو زیرابی نرو، بگو نه پس نه دیگه، همین، این خدای مادم نیست، چیزی هم نیست. ما همینو میگیم، فقط اسمشو نمیذاریم خدا، نمیدونیم چی شد، یه چیزی شد. آره، یعنی به خدایی که نتیجه آخرش هم با استدلالاشون به یه چیزی میرسه که هیچ ربطی با اون معنی آره، که بعدم تو زندگی میگن خدا نداره، مثل این جبر و اختیار که الان داریم صحبت میکنیم، ما داریم با زندگی هم میکنیم دیگه. درست میگی تو، این یه دومینویه که همین جوری وقتی سرش میزنی تا تهش باید بره، همین آره. اتفاقی که الان افتاده این دومینوه، درست هم هست، اما ما واقع حقیقت امر اونه، ولی ما در واقعیت داریم زندگی میکنیم. اگه من قرار باشه همش برگردم که اون اتم، اگه اون اتم، اون نمیدونم پروتون اونجوری شد اینجوری شد، این اصل مطلبه، باید بدونی علمه، اوکی. ولی دیگه روزمره که من 24 ساعت نمیتونم بگم این اتم دیروز اگه اونجوری فکر کردی امروز تخم مرغ خوردم، آخ سر کار اونجوری شد، آی تصادف اینجوری، اصلا به زندگی سیاه میشه. ما زندگی معمولی اونم آخو باید بکنی مثل یه پزشک مجرد تو... ببخشیم یه دقیقه، یه دقیقه، بقیه این مثال مثل یه پزشک، پزشکای خیلی مثلا پرکار جراحه دیگه، زیر دستشون هی آدم ها میان میمیرن، اصلا میشه مثل مکانیک دیگه، ماشین. و اون احساس هم دیگه نسبت این چیز انسانی و اینا براش کارش دیگه، هر روز میمیره این جلوش اینا، برای مثلا خانواده اون اصلا دیگه میخواد خودش پاره کنه، بابا عزیزش از دست رفته دیگه. به نظر من دیگه اینجوری میشه زندگی، اگه زیادی هم ما دیگه بریم توی این فلسفه زیادی. این کسی نکرد این کار رو، من مگه چند بار در برای نه من کلی میگم، نه به خاطر تو آره. میگم اگه آره دوستمون رفت توی اون برنامه ها رو برن. من داش فکر ببینید، من فکر نمی‌کنم حتی کسایی هستن که کارشون اینه که در برای این چیزا فکر کنن، تو زندگی روزمره‌شون این تاثیر میذاره روی این که میتونن از زندگیشون لذت ببرن یا نبرن، میرازم شه. یعنی حالا هر چنگای مثلا ممکنه روش فکر بکنن، هم مثلا، ولی اینجوری نیست که مثلا نتونن از زندگیشون. ببین مثلا یه نفر که مثلا مثل ما که اگه به اختیار اعتقاد نداشته باشه، ممکنه پسرش نگاه بکنه بگه این پسر من هیچ اختیاری نداره، همه چیزایی که دوست داره، همه کارهایی که میکنه کاملا جبریه، مثلا من مثل یه ربات که هر اتفاقی که داره میفته تو مغزش و حرکاتی که داره انجام میده همش به خاطر یه سری چیزایی که از قبل تعیین شده بر اساس طبیعت، حتی اگه اتفاقی هم برای بدی هم براش بیفته اونم تعیین شده، پس من نباید خوشحال بشم. نه، یعنی اینجوری کسی نمیاد فکر بکنه، حتی کسایی که اصلا کارشون اینه که به این چیزا فکر کنه، نه پسرش داره تو پارک بازی میکنه، نگاه میکنه، لذت میبره، نمیاد بگه من نباید لذت ببرم برای اینکه همه این شو اوقات تعیین شه. اینجوری کسی فکر نمیکنه، این لازم شه اصلا مقابلیت اینو نه اختیار نداریم، یه همچی دوره یه تو طرف میاد که یعنی من اختیار ندارم، یعنی من اختیار زندگی من ندارم، اینم ندارم. چرا داریم؟ اون دیگه میره مقالات کوانتومی شده در نظر اختیار... ببین ما توهم اختیار داریم و این توهم اختیار رو هیچ وقت نمیتونیم ازش، یعنی حتی آگاهی این که ما اختیار نداریم باعث نمیشه که ما بتونیم توهم و اختیارمون از بین ببریم. این خوبه، خب برای اینکه بدون توهم اختیار زندگی کاملا بی‌معنی میشد. یعنی کسی کسی لازم نیست نگران این باشه که پس من اگه اختیار نداشته باشم زندگیم بی‌معنی میشه. نه، چون منطقت
زورش به توهم اختیارت نخواهد رسید. این توهم اختیار انقدر قویه که نگران این نباشین. شما از زندگیتون میتونین لذت ببرین حتی اگه اختیارم وجود نداشته باشه، آگاهی به این لذت رو از شما نخواهد گرفت. آره، واقعا منظورم اینه که زیاد اکستریمیست نشین، نه اینکه تو یا کسی دیگه. کلی وقتی میگم تو این بحث میریم بابا دیگه زندگی معمولیمون هم هست. یه سوال دیگه هم داشتم، زیاد تو کوانتومش نریم. دیدی اینایی که زیاد مثلا ازش سوء استفاده های شبه علمی میشه این کوانتوم دیگه، دیدی که چی مثلا میره تو روح و فلان، میگم یعنی به اونجا نکش. یه سوال داشتم، سوال یه چیزی قبل از اینکه سوال بکنیم مجید، اتفاقا دلیل این که ما باید درباره کوانتوم اینا صحبت بکنیم این که اگه کسی آگاهی داشته باشه که واقعا دنیای کوانتوم درباره چیه، این گول این شبه علمی چیزای شبه علمی رو نمیخوره. خب خیلی ها میان میگن انرژی درمانیت میکنم، میگن خب این انرژی درمانی چه جوری کار میکنه، میان چرا یه مش کلمه قلمبه سلمبه کوانتومی و علمی اینا استفاده میکنن، بعد میگن خب آره پس انرژی درمانی حتما چه کار میکنه، چرت و پرت این همش کار میکنه. خب یعنی یه مقدار آگاهی داشت، یعنی بعضیا فکر میکنن آگاهی از این چیزا فقط برای تفریح و تو زندگی ما تاثیر نداره. نه اتفاقا ما اگه یه ذره سواد علمی داشته باشیم احتمال سوء استفاده از همون کمتر میشه با استفاده از این حرفا. آره سوء تفاهم نشه. من برنامه‌های میگم علمی با یه آدم علمی بشینی صحبت کنی که عاشقشم، مثلا بشینیم صحبت کنیم، اونایی که میارین بابا آدمای خیلی کار درستی بودن تا الان اومدن اینجا صحبت کردن، اونا که چیزای علمی و در مورد مسائل علمی صحبت کردن. نه اصلا در مورد اونا من میگم وقتی در مورد مثلا دین و خدا و اینا بعد میکشه به اونجا، اصلا بی یک چیز یه آش شل قلمکاری میشه. اونش رو گفتم. یه سوال داشتم، یه سواله ها، میگم که اون این داستان این که خب این اتم ها همینجوری یکی پشت دیگری، اگه میگه اطلاعات اولین اتم رو تا الان به من بدی، من میگم مثلا دیگه بعد آینده چی میشه. این داستان و این چیز مکانیکیشه، من میگم این آگاهی چی میشه، این کانشسنس چی میشه اینجا، این کانشسنس چه کاری میتونه بکنه توی این اختیار و جبری که ما میگیم؟ آیا آگاهی تأثیری نمیکنه؟ مثلا من اگه آگاه تر باشم ممکنه اون اتم ها کارشون تغییر بکنه نسبت به اون چیزی که قراره بود، اگه آگاه نباشم به این موضوع. متوجه منظورم میشه؟ آره البته. نه ما الان اثبات کردیم که آگاهی هیچ تأثیری نداره روی این که نتیجه چی بشه. اتفاقا چیزی هم که نشون دادیم اینه که آگاهی از این که شما چیزی رو مغز شما انتخاب کرده بعد از انتخاب میاد. یعنی ما با روش‌های علمی نشون دادیم که مغز شما تو قسمت ناخودآگاهش تصمیم رو میگیره و بعدن قسمت خودآگاه شما توهم اینو بهش میده که یعنی آگاهی، یعنی بعد اول انتخاب محاسبه میشه، انتخاب گرفته میشه، بعد از اینکه ناخودآگاه شما انتخاب رو گرفته قسمت خودآگاه شما از اینکه چه انتخابی نتیجه گیری شده آگاه میشه و احساس میکنه که خودش این انتخاب کرده، در صورتی که قسمت خودآگاه شما آخرین قسمتی مغزت شما که انتخاب یعنی از اولش. حالا ببین من یه مثال پیش با افتاده تر بزن. میگم مثلا من میرم در مورد مثلا خلاف کردن و اینا میخونم، خب بعد متوجه میشم چه جزایی داره، چه بدبختی های آدم میگیشه، مثلا آگاه میشم نسبت به این موضوع، بعد نمیکنم اون کاری که مثلا اگه قرار بود نباشه نکنم، اون آگاهی رو نشته باشم میکردم، حالا که پیدا کردم دیگه نمیکنم این کارو. میگم این تأثیر این آگاهی که من رفتم کسب کردم، این اطلاعاتی که آوردم تو مغزم، آیا با اون بله تاثیر یعنی داره؟ اون از قبلش باید اونجوری میشد، خیلی اصلا میریم اون وقت. ببین اینکه شما از یه چیزی آگاهی پیدا میکنین و بر اساس اون آگاهی یه کار دیگه انجام میگیرین، اینکه از همون اول قرار بود که شما این آگاهی رو پیدا بکنین و بر اساس این آگاهی اون نتیجه گیری ها رو بگیرید. یعنی همیشه این تعیین شده بود که شما این آگاهی رو پیدا میکنی و بر اساس این آگاهی روی انتخاب شما تاثیر میذاره و یه نتیجه دیگه میگیری. همیشه قرار بوده که این آگاهی روی این نتیجه شما تاثیر بذاره، اصلا از قبل تعیین شده بوده. جای بحث داره، ولی باحال شیرینه دیگه، من دوست دارم. من به من خیلی کمک کرده در حد خودم، من اصلا ادعای من کمک کرده این نوع اطلاعات این تیپی مثل کوانتوم یا مسئله هم جبر و اختیار به زندگی من کمک کرد، به روش فکری من کمک کرد، مثبت بوده، نه اینکه زیاد داخلش باشم، ولی کاری کرده که
با زندگی راحت تر آدم تا میکنه از نظر من. آره. این چیزی که منگه دیگه زیاد سخت نمیگه عالی عالی ولی کارشو میکنه و اگه بچه ها هستن دیگه ما قطع کنیم بریم. باش باش مرسی مجید جان، لذت برده هر موقع میای بالا واقعا عالیه. خواهش میکنم به بابک سلام برسون. ناراحت که نمیشه؟ نه نه ما بابک آشتی میکنیم همیشه. بابک صبرش خیلی زیاده، هر کسی بتونه منو تحمل بکنه صبرش بسیار زیاده. من یه دونه واسهش گفتش اونجا مسیج بزه تو توییتر یه روز بیام اینجا بشینیم خاطر بازی کنیم. بعد من دادم حالا یه جواب نمیده، یه ماهی الان چند تا برنامه بشه. ولی میگم یعنی اگه یه موقع وقت شد یه برنامه بذاریم هم جالب تر میشه یه داره چیز تر. باشه باشه بهش میگم که چک کنه یه با یه پیغام دیگه بزن. یه نوع دیگه شه دیگه، یه نوع دیگه شه، اینم به قول تو متنوع است، میخوام بذاره یه داستانهای دیگه است. باشه باشه مرسی مجید جان، فعلا خدا حافظ.